مشهد یا قم، مجلس روزه های روز جمعه او همیشه برقرار بود. سفارشی که از اساتید نجف خود سید علی قاضی و شیخ محمد حسین قروی به یادگار داشت. حتی آن روزگارانی که کسی او را نمی‌شناخت، در همان خانه کوچک به همراه شاگردان اندکی که او را می‌شناختند مجلس روزخوانی داشت و در ذکر مصیبت‌های اهل بیت اشک می‌ریخت. وقتی که برستن پیدا کردند، گاهی به نماز نمی‌تونستند بیان اول وقت، گاهی هم تا وضو بگیرند و اینا اول وقتشون تأخیر می‌شد، وضوشون هم معطلی داشت. اما روزه را تا آخرین روز زندگیشون روزه را ترک نکرد. ما همه میدانیم که ایشون به روزه اهل بیت خیلی پایبند بود و یکی از آرزوهاش هم بود که مقیم مدام این روزه ها باشه. چرا؟ برای اینکه اعتقاد داشت اگر اشکی خالصانه برای امام حسین ریخته بشه، اون چشم دل رو باز میکنه. ایشون میفرمودن که مرحوم شفتی از علمای بزرگ نماز صبحشون رو سر اذان صبح میخوندند. همه میگفتن آقا صبر کنید صبر کنید، چرا اینقدر زود نماز صبح میخونید؟ ایشون میفرمودن که چون به نظر من اعظم مستحبات، مرحوم شفتی فرمودن، نماز شبه، بعد از واجبات نماز شبه. من اینجور که نماز میخونم، اون افرادی که میان نماز من طبیعتا این مقداری جلوتر پا میشن، موفق بشن به چی؟ به نماز شب. بعد ایشون اضافه میکردن، میفرمودن که ولی به نظر من بکا بر سید الشهدا اعظم از همه مستحبات. وقتی پاشو رو رکاب میذاره دل همه پر درده، وقتی پاشو رو رکاب میذاره امونیده امونیده امونیده، وای از غریبی امونیده امونیده امونیده، وای از غریبی همه همه امونیده امونیده. اگر امام حسین نبود، عاشق سوخت دل این کوره آتش فشان را، این حرم گدازان را کجا میتونست تخلیه بکنه؟ اینه که نه تنها دریچه ها، همه درها را میکنه، قلب را به ساحت ربوبیت متصل میکنه. امام حسین این یک مستحبه، صورتا یک مستحب، اما ده ها و صد ها مستحب و واجب در این امر مستحب خوبی. ما بچه طلبه بودیم در روزه هایشون شرکت میکردیم، کسی هم آقای بهجت رو نمیشناخت. تو اون اتاق محقر بیرونیشون شاید 7-8 نفر دور اتاق مینشستند و روزه برقرار میشد. شد وقت خدا فضی من ز مدینه، شد وقت خدا فضی من ز مدینه، آسوده شدم از غم میخو در و سینه، مادر مرو مادر. ما میدیدیم حاج آقا همش تسبیح دستشه، حاج سر درس که جای تسبیح نیست که دیگه، ما بذار تو جیبت. ایشون تصویر همجور نگه می‌داشت. این زیارت عاشورا که خونده بود تو خونه، لعنشو که تورا میگفت، حالا اینقدر از لعن و تورا موفق شده اومدن ازش سوال کردن دیگه تا اینجا بیشتر نگفته.
این نگه میداشت که لعنش رو بعدم بگه، هم داشت تسبیح رو به ما نشون میده که تسبیح دستون باشه ذکر. آیت الله عظما بهجت اینجور بود که مصداق این جمله بود که کل وجودش ذکر بود. جعل الذکر جلاء للقلوب. خودشون میفرمودن به نظر من صلوات از تمامی اذکار بالاتره. این نشان عظمت آقای بهجته، از این جهت که معلومه نه تنها به مسائل فنا بلکه به بقا توجه دارن. علاوه بر این برای آموزش دادن به دیگران و اینا هم برای عموم هم همین بهتره. خود ذکر انواع و اقسامی داره. ذکر لفظی داریم، ذکر قلبی داریم، ذکر خفی داریم، ذکر اخفا داریم. اون وقت خود از آیت الله عظما بهجت دائم و ذکر بود. آقا یه کسیه میگه اصلا علاقه ای به خوندن قرآن ندارم چیکار کنم؟ یه کسیه میگه اصلا علاقه ای به خوندن قرآن ندارم چیکار کنم؟ زیاد صلوات بفرستد، علاقه داره جمعه بله. صلوات بفرستد همون هدایتش میکنه. شما ببخشید، برای رفع تحیر و تشخیص تکلیف در امور مهمه باید چیکار کرد؟ صلوات زیاد بفرستن در طرق مختلفه که تهجر دارن استخاره بکن. آقا فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ فضیلت لعن بالاتره یا صلوات؟ مثل اینکه لعن تخلیه است و صلوات تحلیه است. اول باید جاروب کن تو خانه و پس میهمان طلب. از اون دوران چیزی که من به خصوص توجهم رو جلب میکرد، یه سوالی برام ایجاد میکرد و جوابشو بلد نبودم، ایشون خیلی ذکر یا ستار زیاد میگفتن و این سوال برای من بود که آخر این همه اسماء الهی چطور ایشون این اسم را زیاد به کار میبره. چیزایی را می دیدن که ما نمی دیدیم، چیزایی را می شنیدن که ما نمی شنیدیم. ما نه، بزرگتر از ما هم. و برای اینکه اینها این ارتباطات قطع بشه و کمتر توجهشون به اینها جلب بشه، یا ستار می گفتن که خدای متعال اینها را پردهی بیندازه و نبینه. یا ستار، یا از یادتون نوشتن نه مانه یاد نکنید آقا سلام الله جواب را اون دو بدید الله ما الله ان شاء الله اخذ الله ان شاء الله اولاد داشت پدر شما است یا پسر شما است آقا الله حاجی انت تدا بسم الله يا الله يا رسول الله يا الله ما شاء الله مسكيني حرم واري مثال مردم کمکش میکردن اما اعما بود. هوا هم سرد بود، دیدم کنار خیابان ایستاده منتظره کسی دستش رو بگیره ببردش به طرف خیابان. ما هم همون ساعتی بود که می‌خواستیم دیدن ایشون. که دیدیم این جلو رامانه دست، گفتم کجا مخواه بیره؟ گفت اون دست خیاب. دستش گرفتیم اون دست خیاب برد داخل کوچه، گفتم از اینجا به بعد بگو و اینجا بعد خودم بردم. رفتیم دیدن آقا. نشستیم و اول فرصی کردیم چشمشون عمل کرد. گفتم آقا اون مطلبی که شما فرمودی که انسان هیچی از معذر خدا قافل نباشه، دائم حضور باشه، دائم توجه باشه، بعضی وقتا ای اصلا امکان نداره. میخواد این مثال ازان کاری رو میخواد انجام بده، میخواد درس بخونه، خود توجه بکنه این استاد چی داره میگه یا درس بگه و کارهای دیگه.
این منافات داره با این که شما فرمودید که هیچ وقت آب برمود منافاتی نداره. مثل اینه که انسان این مثل این که انسان دست یک اعمایی رو میگیره از اون طرف خیابون میاره این طرف خیابون. این ذکر عملی است، اینجور کارها ذکر عملی است.